ورود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز در همه جای جهان خاصه هممیهنان هماره همراه ایران فردا در مام میهن ایران زمین و باز در آدین دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم پنج شب در طول هفته با بررسی مطبوعات و شبهای جمعه البته با نگاهی بر کرانه شهر شبکه ها در برنامه امشب جمعه 19 بهمن ماه ایرانی موضوعات زیر رو انتخاب کردم که با هم مرور میکنیم باستاب یک داستان کهنه حقوق بشری در ایران با افشای سرکوب شهروندان ایرانی در طول سه دهه با دسترسی به یک میلیون و هزار پرونده قضایی و تازه رسوایی برای نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تا حدودی باز با همین زمینه و مضمون همدلی های جهانی با حقانیت فعالان مظلوم زیست محیطی دربند در ایران با تازه ترین حمایت چهره های سرشناس بین از فعالان محیط زیست زندانی در ایران موجی از واکنش ها حول شکست دومین پروژه جمهوری اسلامی دومین تلاش ایران برای پرتاب ماهواره به فضا آن هم طی 20 روز هایی از تخلیه پایگاه نظامیان سپاه پاسداران در فرودگاه دمشق و انتقال آن به نقطه دیگر به دلیل حملات مداوم و مستمر اسرائیل به این پایگاه نظامیان بازوان نظامی ولی فقیه در سرزمین شامات در عرصه‌ی تنش‌های ایران و اروپا بی اعتمادی شرکت های اروپایی به اینستاکس و احتمال از کار افتادن آن از سوی یالات متحده امریکا و بالاخره در دنیای دورتر از ایران اما نزدیک به موضوع ایران به محتوای ایران تشکیل ائتلاف خودکامگان با حضور کشورهایی چون چین، روسیه، کوبا و جمهوری اسلامی در کشور بحران زده ونزوئلا برای حمایت از نیکولاس مادارو سرفصل همه مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه 19 بهمن ماه ایرانی برابر با 8 فوریه 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا آنگاه با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت درودی دوباره همینک و در آغاز برنامه امشب صفحه یک رو در قیاب روزنامه های چاپ تهران با نگاهی به شهر شبکه ها همینطور بعضا گزیده گزارش هایی برگرفته از مطبوعات بین الملل می که خب قطعا حول ایران خبرها بیشمار و رو نظرها پرشمار است در ابتدا به یک موضوع تازه کشف شده اما داستان درد و کهنه تر اشاره خواهیم داشت که افشای اطلاعات ثبت شده در یک پرونده محرمانه نظام قضایی جمهوری اسلامی که گویا بر طبق همین اطلاعات درز کرده و اطلاعات منتشر شده این پرونده از سال 58 تا 88 حدود سه دهه یک میلیون و هفتصد هزار نفر شهروندان ایرانی در اشکال مختلف در حکومت جمهوری اسلامی به دلایل عمدتا سیاسی در ایران بازداشت اعدام و یا تبعید شدند و همین موضوع موجی از حراس جمعی تعجب و اندوه عمومی رو میان کاربران شهر شبکه ها و نسل جوان به طور مشخص سبب گردید ماجرا این گونه بود که سازمان گزارشگران بدون مرز که مقرش در پاریس است در جریان یک نشست مطبوعاتی به عنوان چهل سال دروغ حکومت جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به یک پرونده حاوی داده های دستگاه غذایی ایران خبر داد که در آن پرونده یک میلیون و هفتصد هزار نام از همه قشرها و افراد اجتماعی از زن، مرد، بعضن کودک، اقلیت های دینی، قومی، زندانیان عادی و زندانیان سیاسی روزنامه و شهروند خبرنگاران رو شامل می که در طول همه این سالیان عملا کد گرفتن، تحت تعقیب قرار گرفتن به زندان افتادن یا به تعبیری با مسائل قضایی دیگر و قهری مواجه شدن بر اساس یافته های پژوهشگران از محتویات این پرونده ها در فاصله سالهای 1358 یعنی یک سال پس از نظام جمهوری اسلامی تا 88 دست کم 860 روزنامه نگار رو جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی کرد که حتی بعضی از آنها به طور خفا اعدام شده اند. و این پرونده محرمانه حاوی مشخصات دقیق افراد از جمله نام تاریخ بازداشت و اتهام و نام نهاد بازداشت کننده نیز بوده است بنابر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز و کاویه این پرونده برای نخستین بار نشان می دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره تلاش کرد که حقیقتها رو درباره وضعیت و اتهامات روزنامه‌نگاران و سایر زندانیان سیاسی سی پنهان نگه دارد یا دستکاری کند و بعضا هم بتواند بزک کند چرا که حکومت جمهوری اسلام ایران با چنین اقدامات دستکاری گرایانه بزک کردن سعی می کند به محافل داخلی و بعضا جهانی هم اعلام کند که هیچ روزنامه نگاری در زندانهای ایران وجود ندارد تا بدین وسیله نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر رو هم فریب دهد تا از فشارها ایمن بماند صفحه یک رو ورق میزنم تا حدودی با زمینه و مضمونی مشابه از رنج شهروندان ایرانی با تم و طعم نقض حقوق بشر این بار مظلومیت زیست محیطی های دربند همدلی ها و حمایت‌ها رو در ارسای داخلی و خارجی برانگیخته است راه اندازی کمپینی با بیش از 135 هزار امضا در حمایت از هشت فعال محیط زیست زندانی در ایران در واقع تازه‌ترین نوع کنش‌های جمعی و جهانی در دفاع از مظلومیت فعالان زیست محیطی زندانی ایران است که در این میان اسامی که می‌دیدم حتی افراد بسیار سرشناس جهانی به این پویش حمایتی به این کمپین پیوسته بودند همزمان با آغاز سومین جلسه محاکمه هشت فعال محیط زیست بازداشتی توسط قوه قضاییه حکومت جمهوری اسلامی کمپین حقوق بشر ایران چهره ها و هنرمندان جهان رو به حمایت از این فعالان مدنی فراخواند که تا کنون بیش از 136 هزار نفر با پیوستن به این کمپین از این فعالان محیط زیست مظلوم زندانی حمایت کردند کنشگرانی که همه افکار عمومی هم میداند که فقط قربانیان قهر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شدند علی ایو حال لئوناردو دیکاپریو ستاره سینما یکی از امضا کنندگان کمپین حمایت از هشت فعال محیط زیست زندانی در ایران بود که در صفحه توییتر شخصی خود با اشاره به اینکه فعالان و حافظان محیط زیست همواره در سراسر دنیا به صورت ناعادلانه بازداشت می شوند اشاره کرد که ما باید در کنار آنها که جانشان را برای محافظت از آینده سیاره ما و ساکنانشان به خطر میاندازند بیستیم گفتنی است که در جلسه دادگاه فعالان محیط زیست ایران که گویا بدون حضور وکیل این زندانیان برگزار شده بود خانم نیلوفر بیانی که بیش از یک سال است در بازداشت موقت به سر میبرد خبر داد که همه اعترافاتش تحت فشار و تهدید و شکنجه صورت گرفته است و جالب اینجاست که همه کسانی که ایشان رو هم میشناختند بر حقانیت و عدم مشکلات امنیتیشان انگشت تأکید گذاشتن حتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران و اما نقطه ها و نظرها در چهلومین سال واقعه ویرانگر سال 57 که آن هم با حجم فزاینده اقبال افکار عمومی در عرصه رسانه ها و بعضا شهر شبکه ها مواجه شد در این میان انتشار بیانیه از سوی شاهزاده رضا پهلوی در آستانه سال روز انقلاب 57 در ایران مورد تحلیل و نقد و بررسی بیشماری قرار گرفت خاصه در این بیانیه که راه نجات ایران رو فروپاشی هدایت شده ی نظام در فرایند مبارزات مدنی عنوان کرده بود شاهزاده رضا پهلوی در این بیانیه از جمله اشاره داشت که از قرنطینه شدن و حصر ایران چهل سال گذشت چهل سال خیانت در دیانت و دست برده در امانت و جعل در هویت و تخریب در اعتماد گذشت چهل سال تقلیل مدنیت فرمایشی و نمایشی به مزدوری بدویت و چهل سال زبه مساله ملت برای مصلحت نظام گذشت حسب این بیانیه شاهزاده رضا پهلوی بر نهاد این فرقه منظور فرقه فقیهان حاکمه در لفافه شبه معنویت و شبه فرهنگیش از همان آغاز چیزی جز بر نابودی ایران نبوده است ایشان با اشاره به اعتراضات گسترده سنفی و مردمی دیماه سال گذشته در بخشی از بیانیه خود اشاره داشت که دیماه 96 بانگ بیداری ملت ایران بود نوید بهاران در قلب یخزده زمستان ایرانی از زن و مرد و سال خورده و جوان از دانشجو تا کارگر از کشاورز تا معلم از بازنشسته تا بیکار از خراسانی تا اهوازی از تهرانی تا تبریزی در خیزش ملی درفشی رو برافراشته ساختن که چهل سال در اعماق بی لگدمال شده بود اشارت بسیار هوشمندانه قومی شاهزاده در این بیانیه ستودنی است شاهزاده رضا پهلوی در تبعین مکانیزم عملی فرایند گذار به راهکار رهایی ایران از وضعیت کنونی نیز انگشت تاکید گذاشت و پرداخت و از جمله اشاره کرد که ساختن راه بازگشت ایران و ایرانی به جایگاه طبیعیشان در جامعه جهانی در کنار فروپاشی هدایت شده نظام در فرایند مبارزات مدنی از مسئولیت خطیر سیاست مداران ملی اندیش و کنشگران نسل نو در بزنگاه تاریخ کنونیست. در ادامه به زراتخانه های گلخانه ای بازان نظامیان سپاه نگاهی می که گویی یا فعالیت های تهدیدآمیز موشکی یا به تعبیری ماهواره بازی های اخیرشون برای دنیا تمامی ندارد حسب تازه‌ترین ترین گزارش های انتشار یافته دومین پرتاب ماهواره به فضا طی 20 روز گذشته از سوی جمهوری اسلامی باز هم به خطا خورد و با شکست مواجه شد ماجرا چنین است که منابع خبری روز گذشته اعلام کردند تصاویر ماهواره نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران مجددا تلاش کرده بود ماهواره به فضا بفرستد اما موفقیتی در این زمینه نداشت تصاویر روز سهشنبه ماهواره شرکت دیجیتال گلوب سکوی پرتاب رو به همراه موشک در مرکز فضای مصوم به خمینی در استان سمنان نشان میدهد اما در تصاویر روز چهارشنبه ششم فوریه موشکی در این سکوی پرتاب وجود ندارد و آثار سوختگی پس از پرتاب بر سکو دیده می مقامات جمهوری اسلامی ایران پیشتر گفته بودند که قرار است ماهواره دوستی رو به فضا پرتاب کنند اما رسانه ها تا کنون گزارش از پرتاب آن منتشر نکردند این در حالی است که گزارش های مربوط به ماهواره پیام که در هفته پیش برای شما دو هفته پیش اجرا کرده بودم پس از پرتاب ناموفق آن به مدار زمین بود که عملا خبرش به رسانه ها درس کرد و منتشر شد کمتر از 20 روز پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته بود که جمهوری اسلامی اقدام به پرتاب ماهواره پیام کرد اما ماهوار بر در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در نتیجه به مدار زمین نیز نرسید و در همان زمان آقای آزری جهرومی وعده کرد که کار بر روی ماهواره دیگری به نام دوستی ادامه دارد و به زودی به فضا پرتاب خواهد شد لازم به یادآوری است که محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که مقامات غربی برنامه فضایی جمهوری اسلامی ایران رو پوششی برای برنامه های مشکی ایران میدانند و در واقع همه این تلاش ها رو در راستای دستیابی به فناوری مشک های پیما و نقض قطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ارزیابی می کنند صفحه یک رو همچنان با موضوعی هم مزمون با موضوعی مشابه یعنی موضوع فعالیت های مشکی جمهوری اسلامی این بار رونمایی از یک موشک بالستیک جدید و نمایش کارخانه زیرزمینی ساخت موشک توسط نهاد نظامیان سپاه پی میگیریم در حالی که ایالات متحده آمریکا و حتی همه کشورهای اروپایی نسبت به ادامه آزمایش های موشکی جمهوری اسلامی هشدار میدهند و بخش عظیمی از تحریمها حول این مسائل برقرار شده اما نهاد نظامی سپاه پاسداران بازوی تحت امر شخص علی خامنه ای دوباره کارخانه زیرزمینی تولید موشک بالستیک نمایش میگذارد و از موشک بالستیک زمین به زمین با برد بلند سخن میگوید این موشک با نام دسفول معرفی شد به گفته مقامات سپاه دارای بردی معادل هزار کیلومتر می باشد در این مراسم فرمانده کل سپاه پاسداران از توسعه فعالیت های موشکی این نهاد تحت امر رهبری ایران رو خبر داد و گفت حتی موشک که در گذشته تولید شده اند نیز در حال تبدیل شدن به موشک هوشمند هستند همه اینها در حالی است که فعالیت های موشکی حکومت جمهوری اسلامی آگاه هستید به دفعات در خبرها و نظرها گفتم به شدت مورد انتقاد اتحادیه اروپا قرار گرفت و این اتحادیه حتی به تازگی با صدور بیانیه دوازده ماده ای نسبت به برنامه مشک های بارستیک ایران هشدار داد و جمهوری اسلامی راه خویش می‌رود رود تا جایی که نظامیان سپاه به سراحت از بی اختیاری دولت در این حوزه سخن می‌گویند حتی روز گذشته آقای ها امیر علی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه در یک سفارایی آشکار در یک نقد متقابل و غیر دیپلماتیک و لسانی کاملا هشدار باشانه خطاب به مجموعه دولت گفت که کلید موشکی دست دولت نیست دولت هیچ اختیاری در این زمینه ندارد ادبیاتی به قایت ستیزنده تنها میتواند بخواهد که تبلیغات داشته باشیم یا نداشته باشیم این رو سردار ارشد هوافضای سپاه خطاب به مردان دولت گفته است به سرزمین سوریه و شامات عبور می کنم که گزارشهایی تازه انتشار از ستیز و گرزهایی پیدا و پنهان سپاه نگاه ها رو به دمشق کشند گویی یا تهدیدات اسرائیل سبب شد سپاه پایگاهی در دمشق رو در تاریکی شب تخلیه کند شبکه خبری عرب زبان روسیه که از مسکو هدایت می شود روز گذشته به نقل از چند منبع گزارش داد که سپاه قصد دارد پایگاه امداد نظامی خود در فرودگاه بینال دمشق پایتخت سوریه رو تخلیه کند که عملا یک شکست علنی و آشکار هست علا رغم همه ادعاهای چهل ساله که رویاروی روی شرق و غرب داشتن اینها در هر روی روزنامه اسرائیلی هآرتس هم در گزارشی نوشت سپاه ایران در روزهای اخیر در حال آماده شدن برای انتقال پایگاه امداد نظامی خود به فرودگاه تیفور واقع در میدان همس و تدمر بودند بایستی محضر شما بینندگان عزیز مجدد اشاره کنم که مقامات دولت اسرائیل به تازگی در اظهار نظری البته به دفعات بده خیلی هم تازه نیست من اینجا یک کلمه رو اشتباه گفتم تایید کرده بودن که ارتش این کشور در یک سال نیم گذشته بیش از دویست حمله هوایی علیه اهداف جمهوری اسلامی در سوریه انجام دادن و بیش از 800 راکد و خمپاره به سوریه شلیک کردن که البته چند باری من این خبر رو در طول ماه‌های گذشته اشاره کردم با این حال جمهوری اسلامی که خب آگاه هستی در شوهای تبلیغاتی نظامی خود موشک های متعدد نمایش می دهد و نشان می دهد و کارخانه ساخت موشک رو به نمایش می گذارد عملا نسبت به تحغیر های مکرر نیروهای سپاه در سوریه آن هم با حملات اسرائیل هیچ واکنش عملی نشان نمی دهد و فقط گاهی برخی از مقامات تهران اسرائیل رو تهدید به اقدامهای تلافی جویانه و محوه از روی زمین می کنند و بس با دیپلماسی خارجه و تنش‌های پیشرونده میان اروپا و ایران برنامه رو دنبال می‌کنم. بی‌اعتمادی شرکت‌های خصوصی اروپایی نسبت به اینستاکس باعث بروز تردیدهای فراوانی نسبت به عاقبت و فرجام و عملکرد این کانال مالی هنوز راه نیفتاده شده است. گویا استکس هم به فرجام نافرجام برجام بدر خواهد شد علا ایو حال در این میان مدیرامل شرکت انرژی او فا میگوید این شرکت اتریشی به دلیل پیامدهای های تحریم های آمریکا طرحهای خود در ایران رو کماکان متوقف نگه داشته و کانال مالی اروپا نیز توان لازم برای حمایت از شرکت ها رو ندارد در سوی دیگر مجله فارن افرز نیز با انتشار یادداشتی نسبت به کارایی این کانال مالی ابراز تردید کرد این مجله ضمن اشاره به اینکه موفقیت اینستاکس در گروه مشارکت بخش خصوصی با این کانال مالی است اشاره داشت که علاقمندی بخش خصوصی تنها عامل تعیین کننده موفقیت اینستاکس نیست زیرا اروپا توقعاتش را برای ایران روشن کرده سه کشوری که پشت اینستاکس را گرفتهاند از این فرصت برای اعلام این نکته به تهران استفاده کردهاند که بایستی به اصلاحات مربوطه به مقابله با پولشویی همان FATF و جلوگیری از فعالیت شبکه های تأمین مالی تروریسم نیز پایبند باشد و در وقت باقی مانده به راه های دورتر می رویم که بحران ونزوئلا لرزه بر اندام مردان جمهوری اسلامی هم افکنده است تا جایی که اعتلاف خودکامگان خاوری منظور شرقی از چین تا جمهوری اسلامی و روسیه تا به کوبا کشانده شد همگی به نفع دیکتاتور ونزوئلا بلند شدهاند تا جایی که هشدار یک ژنرال بلندپایه آمریکایی رو در این راستا در پی داشت که نسبت به حمایت کوبا و چین از مادارو و حضور مافیایی و خرابکارانه اعوان و انصار جمهوری اسلامی در ونزوئلا نیز پرده های تازه کنار زد رئیس ستاد فرماندهی مناطق جنوب ایالات متحده آمریکا به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی کوبا بخش مهمی از وظایف گارد حفاظتی نیکولاس مادارو رو بر عهده گرفتهاند از سوی دیگر کشور چین کمک های سایبری در اختیار مادارو گذاشته است همه خودکامگان همه دیکتاتورها حامیان این دیکتاتور لرزان در خیابان های کارکاز شدند بر اساس گزارش مراقبتی که این مقام امنیتی امریکایی به آن اشاره داشت نیروهای امنیتی روسیه نیز وارد ونزوئلا شدند این جنرال بلند مرتبه ارتش آمریکا همچنین نسبت به حضور خرابکارانه و شرورانه جمهوری اسلامی در ونزوئلا هشدار داده بود این جنرال آمریکایی در برابر اعضای سنای آمریکا در خصوص نفوذ حکومت ایران در آمریکای لاتین گفت جمهوری اسلامی ایران پیشتر حضور خود در آمریکای لاتین رو کم کرده بود ولی در حال دوباره فعال کردن آن است تا جایی که ایران کارزار مخالفت با آمریکا در رسانه های اسپانیایی زبان رو بیشتر کرده و حلقه نیابتی آن یعنی حزب الله لبنان هم در منطقه فعال شدند. حزب الله لبنان که اصلی ترین بازیگر نیابتی جمهوری اسلامی ایران در و نقاط جهان هست سلاح و پول نقد جابجا می کند که منبع بیشتر این پول ها نیز از قاچاق مواد مخدر و پولشویی ها به دست می آید. لازم به یادآوری است که محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم که یک روز قبل از گزارش این ژنرال آمریکایی هم آقای مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته بود که حزب الله لبنان در ونزوئلا واحدهای فعال دارد و این نیروی متحد جمهوری اسلامی از راه قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین بخشی از هزینه فعالیت خود رو تأمین می کند. و هر روی هسته هایی که جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان با پول مردم ایران برای خود کشانده و نشانده است. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان می رسد. تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردان بامداد روشن بدرود